شیلی دوره حجر، یعنی دوره سن، دوره مفرد، دوره آهن تا دوره کشاورزی، در این روز دوره فضایی میرسه. اینا رو میخواید برای کل بشریت بفهمانه که سابقه تاریخی چطور بود. پاد دوره ای که اشاره شد، پک شما بلدید تمدن مغول ها، البته ایشان گفت که 300 سال نه، تمدن مغول در هند اون زمان که فعلا به سه کشور تقسیم میشه 800 سال بزرگترین تمدن رو مغول ها بر دنیا عرضه کرد، تمدن به خشونت. اروپایی هم تمدن دارد که فعلا امریکا، انگلستان، مجموعا تمدن اینها، تمدن بعدی، تمدن با خشونت، تمدن با کشورکشایی، انداختن مردم استرالیا را دمیده دریا، زرتشتان امریکا را قتل عام کردن. ولی تمدن مغول‌ها، تمدن آرام، تمدن با فرهنگ و آثارشان موجوده. تمدن غزنوی ها که غزنی، سلطان محمود غزنوی، سبکتگین، علبتگین، اینا تاریخش شما بلدید، اینا هم بزرگترین تمدن و کشورکشایی را به دنیا آوردن. که نام ترک از میشون خبر دارید، تیموریان که هم از جهانکشاها بوده، کاشانیان، همه اینها ریشش به ترک‌مغول برمیگرده، ازره هم ریشش به ترک‌مغول برمیگرده. اینی جوانای از ما، چی از دخترها، چی از پسرها، استاد موظفه که این تاریخ ها رو فشرده در اختیار اینها بگذاره که ما یک ملتی بودیم دارای بزرگترین تمدن، تمدن های دینی. تمدن اسلام از جزیره العرب شروع میشه، حقیقتا 800 سال بزرگترین تمدن را اسلام بر دنیا عرضه میکنه. همون روزی که مسلمان ها از اسلام برمیگرده فقط نام میمانه، هم زمان تمدن اروپا شروع میشه. و میدونید دنیای غرب تقریبا از تمدن خود امریکا 300 سال مگذره، از کشف امریکا 500 سال مگذره. لندن البته سابقه داره، پیشتر از امریکا بوده. این تمدن های مغرب زمین همزمان شروع میشه روزی که ما مسلمان ها از اسلام و قرآن فاصله میگیریم. او جوان های میگه ما با شما بوم، ما یک آخون بوم، پیرمردم شدیم، عمرم کم با که من دارم، ما یک مشکل مذهبی در بیان نسلی رو همیشه میبینیم. اون مشکل مذهبی این است که ما از دروازه که در مدی یک نفر بود که شما اینجا کجا آمد، اینجا جای آخون خیلیه، اینجا برنامه دیداری است، درست؟ همین جوازه ما رو تعجب کردیم که چرا اینطور در ذهنیت شما آمده. اسلام، اسلام اصیل که متنش قرآن است، به هر کس که عرض کنی، هر مذهب و هر دینی باشه، قابل رد نیست. اما یک اسلامی که شما از امام باره، از روزخانی، از فلان مجلس، از فلان تظاهرات، این دیده این یک وقت به اسلام نچسبانه میشه. یک روزخانه میخوانه، شبای جمعه خواندونه، خلاص شدنه، جاهای دیگه خواندونه، این از برداشت نکنه که اسلامیه، این ربطی نداره. یک روزخوا، یک ملا آمده زندگی خوره تیر میکنه، چهار تا شعرم درست کرده میخوانه، اومده واقعی کربلا. یکی از دستورات امیر بگم ولی خلاص میشه، یکی از دستورات عظیم اسلام این است که خود فراموشی قرآن بزرگترین گناه میدون. یک ملتی که از خود بیگانه شده گناه بزرگتر از این اسلام نمیدونه. آیش را ترجمه کنم، ملا تکون کلزین نسالله فرنساهم انفوسهم، میگه اگر خدا را فراموش کردید، بزرگترین گناهی که در گردن شما قرار میگیره، بزرگترین جرمی که باید پرداخت کنید نیست که نسل الله انفسون، اثرش این میشه که خود فراموشی بکنید. این حرکت شما، یک کار شما بسیار امیدوار ادامه پیدا کنه. یکی از برنامه های بزرگ در ملت ازاره این است که این ملت را متوجه به نفسش، به اعتماد به نفسش بکنه، که اصل اساس اسلام این است که هر ملت، هر شخص متکی به نفس خودش باشه. آلمان در جنگ جنوب جهانی خراب کرد، بزرگترین ضربه را دید. یکی از آلمانی ها میگه ما آلمان را زود سریپا کردیم، علتش چی بود؟
گفت همه چیز از دست دادیم در جنگ جهانی دویم، ولی اون شخصیت ملی ما را دشمن نتونست خراب کنه. اون زنده من همه چیز ما به ایران شد، کشته شد نفرات ما، اون چیزی که ما زنده نگه داشتیم شخصیت ملی بوده. زا آلمان رو به زودترین وقت سری پایش استاده کردیم. اینمی رو در کابل باری، در افغانستان باری، دهات باری، ازاراجات باری، کوچه باری. این مسئله بسیار مهمه که دانشمندانی از ما روی اعتماد به نفس این تر نکنه که از اسلام بگم ما کار نداری با خاطری که واقعا اون تر روزه خوانده روزهش دروغ بوده اسلام. نه، اولین چیزی که اسلام تکیه میکنه روی اعتماد به نفسه، که بسیار وقت طولانی میخواه که دلیلش رو بگم، تاریخش رو بگم، آیاتش رو بگم، روایاتش رو بگم. با قطع نظر که اسلام یک مکتب آسمانی است، مهم اول چیزی که پیغمبر به یاورد اعتماد به نفس آورد. اعتماد به نفس ملت جاهلی در بدری که 7 نفر خوانده و نوشته بلند بود، وقتی که آمد با ایران امپراتور یک عرب با رستم فرخزاد صحبت کرد، که اونا تشریفات بلد بود نه یک چیز بلد بود، امی یک امی پس نیزه داشت. و رستم فرخزاد فرمانده ایران گفت که علی امی چیز که هست در بغل تو مسخره، گفت نه امی چیز هست که تو آوردی امینجا تو عرب. گفت هر چیزی که هست از این آتش میبارد. رستم فرخزاد عرب که برشد بود با این ملت جنگ نکنید. اعتماد به نفسی که این ملت داره ایران رو خواهد گرفت کمین درم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه رو پیش برده در این مجال برنامه همی مجلس این روزنا برنامه خونه سراشون را دعوت میدونی بلیسکی جنده اظهار خیال کنن. اینا تعلق شید ابل آی تی انورسٹی دنان جی دپارٹمنٹ اصلا دنبور دعوت ایسین شون بلیسکی دعوت میدون سرد آشون را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد داد و تحسین برای طلباء و طالبات نیوچنز که امروز نه برنامه را برنامه فرهنگی را سرشته کده. این مابینی موجوده صورتحال بسیار یک بهترین کوشش است که و خود را بشناسیم، امون فرهنگ خو، ام کلچر خو، امینا را بشناسیم. ارمو کستا گفته که یعنی جناب محترم فرزانه اگر زد که خودیابی بسیار لازمی است، بسیار ضروری است، اما را مو واپس پیدا کنیم. در موجوده صورتحال که یک از صورتحال خراب است، یک از بسیار مردم ها کستا شکار مایوسی هم شده، ما می خواهیم که به هیچ صورت مایوس نباشیم. مو برای بقای خو، برای ترقی خو، برای از اینکه سه همیشه کوشش کده بوریم، جنگ کده بوریم. امو اقدارهایی که ما داریم، امو علم و هنر که بین از مو مردم است، که از تاریخ گور ملاو شده، که فی الحال بین از مو است، او علم و هنر را که مو دیولپ کده رایم یا مو جور که در ایست این داره، اونا را مو دمزبوطی که است بگره، تاکی امو پیه ترقی از مو، امو رفتار ترقی از مو بسیار در تیزی که است پیش باره. خب ما از اول اینجا جناب بسیار محترم و ساده ششتا حجت الاسلام صاحبان ششتا پیش روی زنا گبزدو یک قسم چیز است کم علمی است برای از ما بسیار زنده دا بیشتر از علم و هنر و فرهنگ است بلد است. و دولی فرهنگ گفزدن یا دولی ثقافت گفزدن کار یک علم الانسان است، ماهر علم الانسان، ماهر علم جامعه و ماهر علم تهذیب و تمدن که ما از بین زنایش کدام شیم نیستیم. به هر حال یک کوششی ریزگک مونیم که فرهنگ چی است، ثقافت چی است و کردار ازی ما بین بقای اقوام، ما بین ترقی اقوام، اقوام جهان کسا چی است. خب ثقافت برای بعض مردم یک مخصوص معنی داره که تشویق کردنی کارهای خوب، یعنی فن را، علوم را، موسیقی را، لباس را، خوراک را، خوب خوب خوراک و خوب لباس را کسا تشویق شده. او رو یک روایت جور شده، روایت که جور شد او یک یونت، یک اکایی فرهنگ کسا جور میشه.
خب به مطابق ماهرین علم الانسان